سرخط خبرها. آمادگی اسرائیل برای ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران. خیانت عربستان سعودی به ایران و همدست شدن با اسرائیل. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای قیام علیه جمهوری اسلامی. و خامنه ای به آمریکا. شطور در خواب بیند پنبه دانه. نشریه اخبار. آمادگی اسرائیل برای ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران. دیوید بارنیا رئیس موساد گفت برای دفاع در مقابل حمله ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی، اسرائیل حاضر است اگر لازم باشد تاوان آن را از بلندپایه‌ترین مقام ها در قلب ایران بگیرد. بارنیا همچنین با اشاره به هراس جمهوری اسلامی از رسانه ها گفت، رژیم جمهوری اسلامی همواره از ترور برای حذف رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد استفاده کرده است. رئیس موساد در سخنرانی روز یکشنبه 19 شهریور خود در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم دانشگاه رایشمند گفت، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل و سایر نهادهای اطلاعاتی این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 27 توطئه تروریستی حکومت ایران علیه اسرائیلی‌ها را در تقریباً همه قاره‌های جهان خنثی کرده است. او بارزترین این حملات را متوجه ایران اینترنشنال خواند و تأکید کرد، مدیران ایران اینترنشنال در معرض تهدیدات تروریستی فوری قرار دارند. خیانت عربستان سعودی به ایران و همدست شدن با اسرائیل. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام صهیونیستی از سفر یک هیئت اسرائیلی به ریاض برای شرکت در نشست سازمان یونسکو خبر داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این اولین سفر آشکار یک هیئت صهیونیستی به ریاض محسوب می شود. این مقام صهیونیست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش باز شود، در حاشیه این نشست گفت ما خوشحالیم که اینجا هستیم. این یک قدم خوب است. ما از مقامات یونسکو و مقامات سعودی متشکر هستیم. بر اساس این گزارش 5 عضو این هیئت از طریق دبی به ریاض سفر کردند. چرا که پرواز مستقیم میان اسرائیل و عربستان سعودی وجود ندارد. اعضای هیئت صهیونیستی ویزای خود را از طریق یونسکو دریافت کردند و روز یکشنبه وارد عربستان شدند. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای قیام علیه جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه تصویری در آستانه سالروز قصر حکومتی ژینو امینی از ایرانیان خواست تا متحد با هم موج نوینی از انقلاب ملی را کلید بزنند. او دفاع مشروع را حق بدیهی شهروندان خواند و به دستگاه سرکوب درباره مسئولیت هر گونه خشونت ورزی علیه ملت ایران هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی که در حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، ایرانیان را خطاب قرار داد و گفت: آزادی و آبادی کشور زمانی به دست می‌آید که جمعیتی آگاه، مصمم، فداکار و متحد از ایرانیان به درک درد و درمان مشترک برسند. او در ادامه اقشار مختلف از جمله کارگران، کارمندان، بازنشسته‌ها، دانشجویان و استادان، نظامی‌ها، نیروهای پلیس، کنشگران محیط زیستی، هنرمندان، ورزشکاران، دینداران و دیگر شهروندان را که ایران برایشان به واسطه جمهوری اسلامی تبدیل به زندان شده خطاب قرار داد. و خامنه‌ای به آمریکا. شطور در خواب بیند پنبه دانه. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه آمریکا در این کشور مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده گفت، آنها می‌خواهند با اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن بحران سازی کنند. این برنامه آمریکاست و شطور در خواب بیند پنبه دانه. خامنه ای در سخنرانی روز دوشنبه 20 شهریور خود در آستانه سالگرد کشته شدن ژینو امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، گروه بین المللی بحران را گروهی با هدف بحران سازی در ایران خواند. او همچنین کشورهای غربی که آنان را دشمن می‌خواند، تهدید به مقابله جدی کرد.